بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اولتر از همه شما بینندگان و شنوندگان نهایت ارجمند و گرامی را در این برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه جهانی نورین خوش آمدید گفته و در قدم ثانی از الله عزوجل شاکر و سپاسگزار هستیم چون لطف عنایت نموده تا در این مقطع ایمانی با شما باشیم. و در این درس ها گفتیم نقطه اساسی چون دین مبین معظم اسلام ما سر تا سر آداب و اخلاق فضائل انسانی را بیان میکند تا در این ایدئولوژی اسلامی انسانها بتانند به می مقصد اصلی و غایت و هدف این دین والا که دین آداب و فضائل و انسانیت و اخلاق و شرافت و کرامت هست دست بیابند. از اینجاست که در تمام آیه های قرآن اگر ببینیم همه آنها ادب هستند، چه قسمی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه کبرا مادر مؤمنین پرسیدن از اخلاق پیغمبر، بعضی ها پرسیدن آن کسانانی که در بعد از ابتدای مکتب صحابه یا تابعین آمدن، یعنی اخلاق پیغمبر را برای ما اگر تعریف بکنی. حضرت عایشه صدیقه کبرا رضی الله عنها و ارضاه فرمودن که اما قرأت القرآن، آیا قرآن نخوندی؟ چون اخلاق پیغمبر سر تا سر از قرآن گرفته شده است و اخلاق اسلام آداب و روش طریقه و مکتب و سلوک و شیوه و آیین دین اسلامی الحمدلله سر تا سر در قرآن و زندگی پیامبر بزرگوار اسلام به طریقه عمل پیاده شده است و موجود هست. یعنی عمو فضائل و کرامت و شرافت و آداب و اخلاق والای انسانی و اسلامی در عمید دین گنجانیده شده است و در زندگی پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه به طریق عملی تطبیق شده است. برش گفت که قرآن نخوندی، چون الله عزوجل در قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به والاترین درجه اخلاق ستایش کردن و همچنان نبی معظم اسلام فرمودن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مرا رب ما پروردگار ما اله خالق بر حق ما این شیوه آداب و اخلاق و فضائل و کرامت و عزت و شرافت والای را بر ما پروردگار ما تعلیم داده است به بهترین طریقه والای شیوه آداب و انسانیت. لحاظا از امون نگاه هست که بعضی از شعرا می فرمان که با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است، زینت روی زنان مایی طفلان ادب است. به حقیقت نگری چون همه آیه قرآن ادب است. بر حقیقت اگر ما ببینیم هر آیه قرآن از آداب والای اسلامی و انسانی برخوردار هست. در هر آیه قرآن ما آداب و اخلاق و فضائل انسانی را می‌یابیم. بلخصوص گفتیم در بعضی از سوره ها هست که سوره نور هست، سوره حجرات هست، سوره احزاب هست، در این و نمو مسائل اخلاقی فردی و اجتماعی و خانوادگی و زناشویی و همه آداب به طریقی مفصل تشریح شده. رسیده بودیم در سوره احزاب در این دست از آیاتی که الله عزوجل همسران مطهرات پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه را مثل میزنه و ما شما مخاطب هستیم، چون گفتیم به اصطلاح فارسی میگو در تو را میگویم دیوار تو بشنو، چون اونا
پیغمبران الهی گفتیم اهل بیت و اهل اصحاب و اطهارشان بهترین خلایق در روی زمین می بودن. یعنی الله عزوجل بهترین خلایق در اخلاق، در انسانیت، در تقوا، در علم، در فضیلت، در حسب، در نسب، در جایگاه، در شرف، در عزت، در حیا، در عفت، در پاکدامنی، در مراتب تقوا، در درجه اولویت اول پیغمبران الهی قرار داشتن بودن و اینا را الله عزوجل به این جایگاه و مقام نائل گردانید از فضل و رحمت و کرم و جود و سخایش. بعد از او آل بیتشان را، بعد از او اصحاب و اطهارشان را، بعد از او کسی که به طریقه و شیوه و راه روششان به پیش می رود. از اینجاست که الله عزوجل گفتیم بر نبی معظم اسلام خطاب فرمود که در آیه های 28 از سوره احزاب شروع میشه که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اصرحکن صراحا جمیلا و ان کنتن تریدن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. الله عز وجل مخاطب بر نبی معظم اسلام قرار میده، میگه بر بگو ای پیامبر بر خانم هایت اگر شما زندگانی دنیا و زیب و زینت و آلایش و زرق و برق و دنیا را خواهان هستین فلهذا ما خود دنیا را نمیخوایم. هیچ پیغمبر الهی به مادیات دنیا دل نبسته است، بر این چیزهای دنیا دل نبسته است. اگر شما اینطور هستی ما این را نمیخوایم، فلهذا بیاین ما عمو طلاق شما را، طلاق شرعی تان میتیم، مهر تان میتیم و خود از شما چی میکنیم؟ جدا میسازیم به طریقی درست شرعی. و اگر شما و این کنتون تردن الله و رسوله و دار الاخیرت، اگر شما هستین میخواین که اراده دارین الله عز و جل را، یعنی رضامندی الله عز و جل را مقصود هدف و غایتتان، خواستار قرب و محبوبیت الهی است و رضوان و مغفرت الهی هست و به آخرت دل بستین و رضامندی الله عز و جل و پیامبرش خواستار هستین، فإن الله یقینا الله عز و جل اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، آماده کرده است بر شما زنهای نیکو پاداش بسیار عظیمی. بعد از الله عز و جل میفرما یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشه، ای همسران پیامبر هر یکی از شما اگر خدای نخواسته نعوذ الله مرتکب یکی از گناه کبیره شوید، مرتکب بسیار اعمال زشت شدین. گفتیم ابن عباس رضی الله عنه میفرما یعنی نشوز جدایی یا ایز که بد اخلاقی زبانی باشه، خدای نخواسته چون از ازواج مطهرات ای طور حالات نبوده، لیکن گفتیم در تو را میگو دیوار تو بشنو، از ما هست، از زنای این زمانه هست، لیکن ای قرآن گفتیم پند و موعظه و اندرز و نصیحت هست، اونا را میگو و شما را میشنوانه. خب لیکن اگر خدای نخواسته یکی از شما ایتور بکنین متوجه زندگیتان باشین که شما همسران بهترین عالم هستین، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و شما بهترین جایگاهی از امت دارین که مادران مؤمنین هستین، بعد ازی متوجه باشین که کدام مرتکب گناه نشین، مثل ازی که با پیامبر بگن که ما نه با تو همبستری چند روز نمیخوایم یا از همبستری شما چی کنین جدا شوین برای چند مدت، یا ایست که کدام زبان تند یا پیشانی ترشی را پیش کش بکنین، از این اجتناب بکنین که بسیار گناه بزرگ هست. باز الله عز و جل میفرما اگر کسی تو بکنه یضاعف له العذاب ضعفین، الله عز و جل کیفر از این جزایش دو برابر میتن نسبت به دیگر زنا، چون اضافه زشتی نافرمانی با والای فضل و منزلت همسانی دارد، چون شما بهترین زنان عالم هستین و همسران بهترین عالم هستین و مادر مؤمنین هستین. اگر خدای نخست شما مرتکب یک جریمه میشین مثل دیگر زن ها نیست، چون در فضیلت که والا هستین اجر دارین، در کیفرشون به بی ترتیب. و کان ذلک علی الله یسیرا، الله عزوجل میگو این کیفر و عقاب برای الله عزوجل بسیار آسان و مقدور و مقدر هست، تواناییش داره الله عز و جل بر هر نوع عقاب مؤاخذه میتونه که آسان است بر شما را بگیره. و این که آنها همسران پیامبران او را از عقاب آنان منع نمی کند، یعنی
اگرچه شما خانم های پیامبر و علی اسلام هستین و مادر مؤمنین هستین، از جایگاه و شرف عزت و کرامت و عفت و مقام و تقوای بالای برخوردار هستین، اگر خدای ناخواسته اندکترین جزئی ترین زشتی و کرشتی از خود در مقابل بهترین عالم نشان بدین، عذاب پروردگار شما را دچار میشه و معاقبه و مؤاخذه هم شما را میگیره و این نمیتونه که این مقام منصب شما را از عذاب پروردگار نجات بده یا عذاب از شما دفع بکنه. بعد از این که خطاب به آنها از این طریق صورت میگیره، در اینجا به منظور توجه و اهمیت دادن گفتیم به کار و نصیحت آنها مستقیما مورد خطاب قرار میگیرند. این آیه زنان پیامبر معظم اسلام صلوات الله و سلام علیه را مخاطب قرار میدهد و فضل و عظمت و قدر و منزلت و جایگاه و شرف و عفت و پاکدامنی و اینایشان الله عز و جل بیان میداره، زیرا عتاب و سرزنش و تشدید در خطاب نشان دادن منزلت والای آنهاست. یعنی اینا هیچگاه مرتکب پیشینی ترشی هم در مقابل پیامبر معظم اسلام نشدن، یعنی یکی از اینها پیشانی و ابرو خم نکردن و زبان ملامت یا زبان کرشتی و درشتی را نگوشدن و همچنان یکی از اینها در زندگی خود نگفتن روزی که ما حاضر نشن با پیامبر در بستر بخوابن یا کدام شیوه دیگر. چون ببینیم باز هم منافقین و منافقات هستن که زبان چی طعن و لعن و دشنام و تهمت و بهتان اینا را بر ازواج مطهرات یا بر اصحاب پیامبر یا بر اهل بیتش آل اصحابش میگوشن، از این خاطر است که اینا منافقین و ملحدین و مرتدین و مفسدین و کفار و مشرکین و مستشرقین هستن، چون با پیامبر نزدیک بودن و همسران پیامبر همه بهشتی هستند، از بهشت فردوس برین الهی برخوردار هستند، چون نزدیکترین اشخاص در روی زمین از بندگان الهی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله عز و جل بوده. از نگاه قرب و محبت و از نگاه تقوا و فضیلت بعد از او خانم هایش هست، بعد از او گفتیم اهل بیت هست، بعد از او اصحاب و اطهار و اظهار و خیش و اقارب و اینا هست. فلهذا ای هم قرآن صراحتا بیان میکنه، پس به همان اندازه که با پیامبر نزدیک هستن، به همان اندازه زنان پیامبر به الله عزوجل هم نزدیک هستن و از هر نوع عیب و نقص و بدخلاقی و زشتی و پلشتی و گناه و معصیت و نافرمانی بدور بدور هستن و به هر نوع طاعت و فرمانبرداری و اطاعت و قرب و محبت الهی و پیامبرش نزدیکتر و متمسکتر هستن. بعد از الله عزوجل تشویق میکنه که و من یقنط من کن لله و رسوله، و هر کدام از شما به اطاعت الله عز و جل و اطاعت پیامبرش ادامه دهد و بر آن پایدار باشد و تعمل صالحا، با انجام دادن کار اعمال نیک ایمانی به الله عز و جل تقرب جوید، نؤتها اجرها مرتين، پاداش آن را هم دو چند و دو برابر ثوابش را برش دو بار میدهیم، یک بار در مقابل پرهیزگاری و بار دوم در مقابل اینکه رضای الهی را و رضای پیامبرش را خواستار هستند و قناعت و حسن و معاشرت از خود نشان دادن. به این مناسبت است که الله عزوجل میگه دو بار برشان اجرشان میتیم، یعنی دو چند برشان اجر میتیم، در یک عملشان دو چند و دو برابر اجر و پاداش است. و اعتدنا لها رزقا کریما، و علا بر این در بهشت و علا در جنات فردوس نیکو مورد پسند و پایدار الله عزوجل برایشان رزق و مسکن و قصر و اینا آماده کرده، میگو الله عزل برتان محیا کرده. بعد از آن فضل و برتری آنان را بر سایر زنان بیان میکنه که شما نمثل زنان دیگر هستین، چون شما مادر مؤمنین هستین، گفتیم از جایگاه و خیلی والای عظمت و کرامت و شرافت و عفت و پاکدامنی و حسب و نسب برخوردار هستین، متوجهتان باشین. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، ای همسران پیامبر، مانند هیچ یک از دیگر زنان شما نیستین و بر دیگر زنان برتری دارید، چرا که همسران خاتم پیامبران و بهترین عالم هستین و بزرگترین خلق الله عزوجل محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه هستین و شما با سایر زنان فرق دارید، پس هیچی که از شما مانند هیچی که از دیگر زنان نیست، متوجه باشین. این اتقیتون نه خلیکن شرط است و با قرینه چی شما دلالت دارد
و می قرینه ما قبلش که جواب شرط حذف است، یعنی اگر پرهیزگار باشید در والاترین منزلت خواهید بود. امام قرطبی رحمه الله می فرماید الله عز و جل مشخص کرده است که فضیلت آنها به شرط پرهیزگاری تکمیل می شود، چون الله عز و جل صحبت و همدمی پیامبر معظم خدا را صلوات الله و سلام علیه، یعنی سرور اولین و آخرین را با آنها ارزانی داشته است. از این جهت است که الله عز و جل می فرماید که متوجه شما باشین که شما در زیر دست بهترین عالم سرور این جهان و آن جهان هستین، لیکن شرطش ای است که ای تقوا و پرهیزگاری را شما چی کنین به ای استوار ببارین و ای را به می تقوا و پرهیزگاری شما به پیش برین. چه قسم ابن عباس رضی الله عنه می فرمه این آیه منزلت آنها را نشان می دهد و می گوید که قدر و منزلت شما در نزد من، یعنی الله عزوجل میگه که در نزد من قدر و منزلت سایر زنان صالح نیست، شما نزد من مکرمترید و اگر پرهیزگار باشید پاداشتان بزرگتر است. بدین ترتیب تقوا را برای آنان شرط قرار داده است و نشان میدهد که فضیلت آنها بر اساس تقوا میباشد، بر اساس ارتباطشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیباشد، چون تقوا مرجع اصلی هست. الله عز و جل می فرماید در سوره حجرات که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین بنده در نزد الله عز و جل با تقوا ترین شما هست. کسی که از الله عز و جل می ترسه، به الله عز و جل محبت داره و به اطاعت و فرامین الله عز و جل پیامبرش چنگ می زنه و متمسک هست و از معصیت و گناه و نافرمانی اجتناب میکنه، این مکرمترین انسان است. چه قسمی گفتیم؟ مثل که شاعر گفته پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. ای به حسب شرف تعلق نداره، چون تقوا چیزی هست که نه افغانی و نه امریکایی و نه فیلیپینی و نه ژاپنی و نه شمالی و نه جنوبی و نه شرقی و نه غربی و نه فارسیوان و نه انگلیسی و نه پشتو و نه ازبکی هیچ چیز چی قرار نمیده امتیاز چی را قرار میده؟ تقوای الهی را. فلهذا حتی خاندان پیامبر مخاطب قرار میده که از الله بترسین و حق الله را بشناسین و به اطاعت و فرمانبرداریش تمسک بجین و از معصیت و گناه اجتناب بکنین، شما مکرمترین اشخاص، صالحترین اشخاص با قدر و منزلت و جایگاه شرافت از تمامی اشخاص کسب میکنین. نه این که متوجه نباشین که ما خانم های پیغمبر معظم اسلام صلوات الله السلام علیه هستیم یا از بهترین زنان عالم هستیم، نه، شرط تقوا هست. لیکن باز میفرمایم فلا تخضعن بالقول، در موقع گفتگو ببینیم علی ادب برای شما نشان میده که در موقع گفتگو با مردان صدا را نازک نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، تا آن که در نهادش ناپاکی و شک و تردید است و خواهان گفتگو با زنان هست به طعم نیافتند. و قل قولا معروفا، و سخن نیکو و پاک و شایسته بر زبان بیاورید. و در موقع برخورد با مردان با نازک سخن نگویید. لیکن ما میگوییم وقتی که قرآن زنان را از صدای نازک در حضور مردان بیگانه منع میکند تا فاسقان و ناپاکان به طعم نیفتند، پس در مورد آن که درون انسانها را با آوازهای مملو از بی آزرمی و خیر و خیرسری برمی انگیزند چه میتوان گفت؟ آنجا که در جاهایی که شب زنده داران هرزه آواز زنان و مردان را در هم در می آمیزن و رادیوها آن را پخش میکنن، در افلام و در فیلمها و در کمره ها او را نشر میکنن، در حالی که بعضی از مدعیان دانش آن را تمجید میکند و او را چی میگو؟ هنر میگو. ببینیم که به این بهانه که صدای زن عورت نیست، بار الها از شر فتنه این زمان به تو پناه میبریم، به تو پناه میآوریم در هر حالت که جوانان به فسق و فساد رو آورده و زنان از پرده عصمت و عفت و حیا و پاکدامنی بیرون آمدن و منکر به صورت معروف در آمده و معروف به صورت منکر.
الا من رحم ربه او الا من رحم ربها، مگر کسی ده که کدام از مردان را الله بالاش رحم کنه یا کدام از زنان را. دیگه ببینیم حالت به کجا رسیده است. ولا حول ولا قوه الا بالله، میگیم به الله پناه میبریم. از این طور زمانه ببینیم که قرآن که کتاب جاودان و کلام الهی از فوق هفت آسمان آمده است برای این انسان و کرامت عزت و شرافت و جایگاه انسان در این کتاب است. الله عز و جل در سوره انبیاء میفرماید کتاب انزل الله الیک فی الله عز و جل کتابی بر سوی شما انزال کردیم در این شرف و عزت و جایگاه و مقام و منزلت شما است. لقد انزل الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، یقینا الله عز و جل به تحقیق ما نازل کردیم کتابی را بسیار کتاب مقدس معظم با برکتی که در این عزت و شرف و فهم و عقل و بصیرت و جایگاه و انسانیت در این کتاب است. شرفکم عزتکم در این کتاب هست. افلا تعقلون، آیا شما تعقل نمیکنید؟ بر این کتاب نمیگرین در حالی که مردم ای آوازخانی و رقص و پایکوبی و ای هرزگرایی و ای بیحیایی و بیعفتی و ای پرددرایی را چی میگن؟ هنر میگذارن نامشه و با اسم عزی حتی پوهنزه های هنرا و نمیفهم چی و چی میگذارن و به صورت این قسم فجائع در کمره ها، در رادیو ها، در پرده های تلویزیون یا افلام یا در پرده های کمره ها میان. پس تو از آدرس اسلام نبیا، از آدرس ایدئولوژی اسلام نبیا، از اون آدرس خودت بیا، از آدرس ایدئولوژی کفری، از آدرس ایدئولوژی شیطانی، از آدرس ایدئولوژی الحاد و نفاق و فتنه پیش بیا. خب الله پناه میبریم از شر این زمان، از بدترش به الله پناه میبریم. الله امید است از الله عز و جل که کسی خدا به اسلام منسوب میسازه کار غیر اسلامی را باز انجام بده. پناه میبریم به الله عز و جل کسی خدا در ایدئولوژی اسلامی چی کنه نامزد بکنه باز از ایدئولوژی شیطانی و از ایدئولوژی کفر و الحاد بیاید. باز ببینیم زنان پیامبر الله عز و جل میگه اگر شما اینطور بکنین، شما خیطور نمی کنین، لیکن متوجه باشین حتی آوازتان کسی نشنوه. گفتیم فاطمه الزهرا دختر پیامبر والای اسلام چه قسم شخصیت بود. وقتی که فوت میکنه میگو به حضرت علی رضی الله عنه وصیت میکنه که مرا شب بعد از اینکه مردم خفتن خوابیدن مرا دفن بکن. گفت چرا این وصیت کردی؟ گفت چه قسمی که در زندگی کسی قد و قامت مرا ندیده بود و صدای مرا نشنیده بود، فلهذا مرا نمیخوایم که در مرگم کسی همون قد و قامت ما ببینه. سبحان الله، یعنی جنازه حتی از جنازه خود حیا میکردن که در سر چپرکت کسی وجود ما را نبینه که چند متر است، یک متر است، یک و نیم متر است، سه متر است، چون در زندگی افت کسی نتانسته بود که ما را قد و قامت ما را ببینه یا صدای ما را بشنوه. اینی بود مکتب والای محمد رسول الله. اهل بیت و اولاد و دختر خدا به اینی شیوه چی کده بود؟ ترتیب تنظیم کده بود، به اینی شیوه اخلاق و تعلیم و آداب والای انسانی و اسلامی را تعلیم داده بود. فلهذا به این خاطر میگه که شاعر میگه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. باز الله عز و جل در این آیه چون مفسرین میگه ابن کثیر رحمه الله با صدای نازک در حضور مردان سخن نگوید و با بیگانه ها مانند شوهر خود صحبت نکنید و قرن فی بیوتکن در منزل خود بمانید و جز برای رفع حاجت خود خارج نشوید و مانند زنان غافل که بی هدف بدون لزوم در خیابانها و معابر پیادروها رفت آمد میکنن، در بازارها در احضار مردم مانند زمان جاهلیت نباشین. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، و مانند زنان زمان جاهلیت با زیب و زیورالات و با زینت بخشیدن محاسن و چهره و لباس و اندام خود در محضر مردان بیگانه نیاین، نشان ندهید. در آن زمان زن به بازار می رفت و محاسن و قسمتهای حساس بدن خود را نشان می داد و قسمتهای از بدن را نمایان می کرد که نمی بایست و شایسته نبود نمایان شود، لیکن این کار را می کرد. قرآن کتاب هدایت و روشنگر، کتابی که ارزشهای والای انسانی را به انسان به ارمغان آورده است، انسان خطاب قرار داد و این رسم و زمان جاهلیت و
فتنه و فساد و بی ارزشی را از بین برد. همچنان امام قتاده رحمه الله میگو با ناز و ادا و اطوار راه میرفتن، پس الله عزوجل از آن نهی کرد که امروز ما میبینیم اونمو زمان جاهلیت قبل از اسلام پیاده شده است در بین مسلمان ها، در بین جامعه اسلامی، در بین مملکت های اسلامی، در بین خانواده های مسلمان، چه بسی از زنان پاکدامن و با نماز و با روزه و با خیلی از صدقات و خیرات و اعمال نیکوی انسانی. لیکن جایی که اگر ما میبینیم مثال بزنیم از مراسم عروسی یا شیرینی خوری یا یک چیز دیگر برای خود هم کشیدین که جشنهای نوروزی و سال نو و عید و نمیفهمم این محافل سال تولد، این چیزها رو میبینیم که باز اونجا دیگه نه ایمانی هست، نه اسلامی هست، نه عفتی هست، نه حیایی هست، نه شرمی هست، نه حجابی هست، نه پاکدامنی هست، نه حسبی هست، نه نسبی هست، نه شرفی هست، نه عزتی هست، نه کرامتی هست. برای خود حتی امو حیثیت انسانیت خود به حیوان مبدل میسازن. الله عزوجل علما میگو چرا انسان مکرمترین خلایق پیدا کرد؟ چون با لباس پرده و عفت و حیا و پاکدامنی عزت بخشید. با این حیا و عفت و عزت و پاکدامنی ای جایگاه و فضیلت برش بخشید. اگر نه حیوان که ارزش نداره به خاطر که لخت و برهنه است، گاو بر خود لباس نداره، کدام چادری نداره، به مو ترتیب الاغ، خر، حسب، اسب، شطور، گومیش و اینا و غیره. لیکن انسان الله عزوجل یک دو سه لباس امروز ما در جان داریم. این انسان در پرده و حجاب و در عفت و پاکدامنی چه ظاهری باشه چه باطنی باشه متوجه باشه، به مو ترتیب الله عزوجل منزلت و مقام و قرب و جایگاه و عزت و قیمت و شرفش بالا میبره. خو ای را هر کس نمیتونه حفظ کنه مگر او کسایی که الله عزوجل برش امون نخصه و راه و دوار برش نشان داده. باز میفرمه که و اقیمنا الصلاة و اعطینا الزکاة، اقامه نماز و ادای زکات را ادامه بدهید و بر آنان پایدار بمانید، یعنی همیشه نماز های پنجگانه خود را بخوانین و زکات اموالتان را بدهین. ابن کثیر رحمه الله میگو اول آنان را از ارتکاب شر منع کرده است، سپس آنان را به انجام دادن خیر از قبیل اقامه نماز که پرستش الله عزوجل و یگانه هست و ادای زکات و کنیکی و احسان به مردم است امر فرموده است. اگر انسان ببینیم که اول چی نکنه، از گناه منع نشه، از عمو منهیات، از معصیت و نافرمانی منع نشه، این نماز هم کدام ارزشی نداره و این زکات و صدقات و خیرات هم ارزشی نداره. ما میگیم حتی در مملکت های اسلامی بیرین، در هند و در پاکستان و در ایران، حالا در افغانستان هم شروع شده، شب و جمعه دخترای جوان جوان، زنای جوان جوان حلوا پخته میکنن، در بین نان میمونن، از موتره کورولای 2000 به این بتی و او بتی و او بتی در شهر بازار تقسیم میکنه. فکر میکنه که من کاری نیک کردم. میگو شاعر میگو خواجه پندارد که طاعت میکند، بی گناه در معصیت جان میکند بیچاره. میگو عمو خواجه و ایشان صاحبا فکر میکنن که ما خیلی اطاعت میکنیم، لیکن ای که حلوا را برای مردم میتی یا 5 روپه در پس صدقه میکنی یا 500 روپه، ای خود کدام ارزش نداره. عفت تو که حیا و شرم و حجاب و عزت و آبرو و شرف و عزت و ناموست است در مقابل مردم در عرج در بازار بلیلام کشیدش، ای خیلی جایگاه شرفی داره. یک پرده تو به تمام دنیا ارزش نداره. اگر تمام سرمایه دنیا را جمع کنی، طلا و زیب و زیورالات و پول و ارزش و آلایش و زیورالات و مادیات دنیا را به پرده عفت و حجاب و ناموس و عزت و کرامت و شرف و پاکدامنی، عفت تو ارزش نداره. ببینیم که الله حال چی قضیه با درس میده بر ما. و اگر گفتیم زنهایی هستن نماز پنج وقت میخوانن، با حلال پابند هستن، از حرام اجتناب میکنن، پابند هستن، مرتکب جرایم نمیشن، لیکن وقتی که به طور حالات میه باز چی یک من نیستم، تمام مردم هست. این حال چون جامعه به میتر شده، چون زمانه همیتر شده، آل چادری و حجاب و چادر اینا سقل تمام میشه، یا یک عقب ماندگی و پس ماندگی است، یا مردم به نظر حقارت و پس ماندگی میبینه، الله عزوجل بر ما درس میده. نه، اگر کسی اول
از ارتکاب شر و گناه و معصیت و زشتی و پلشتی و بی‌حیایی و بداخلاقی و معصیت و گناه دست برنداره. پیش الله حاضر گفتیم ارزش نماز که بهترین عبادت است ارزش نداره و این نماز قابل قبول هم نیست. حتی در خانه که خانم نماز میخونه بعد چادر نماز مهم داشته باشه، پیش عمو شوهرش که محرمش است، پدر و مادر و برادرش دیگه زنها، در اونم جا بعد چادر نماز داشته باشه و در سجده چه قسم باشه، کدام به کدام شیوه سجده بکنه. حتی به می ترتیب اگر از شر و بدی و معصیت و گناه اجتناب نکنه، تمام روز صدقات و خیرات کنه، مسجد بپا کنه، بنا کنه، فرش بخره در مسجد، چوب بخره در مسجد، چا بکنه، شفاخانه و مکتب و اینا خدمت بشری بکنه، باز کدام ارزش نداره. و ایجاست که قرآن درس و علامه تا و نماز هست که انسان چی میکنه؟ انسان راهنمایی میکنه. بعد از این الله عز و جل میفرمه که اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ای پیامبر بخوان آن چیزی که وحی کردیم به سوی تو از قرآن کتاب ما. و اقیم الصلاه، برپاس در نماز را، این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. در سوره عنکبوت الله عز و جل میفرمه نماز هست که انسان از فحشا و منکرات و بی‌حیایی منع میکنه. فلهذا در حدیث باز نبی معظم انسان میفرمه من صلی صلاة لن تنها عن الفحشاء والمنکر فلم یزدد من الله الا بعدا. کسی که نماز میخونه و این نماز از معصیت و از فحشا و از منکرات و بی‌حیایی و دروغ و فریب و چال و نیرنگ و خدعه و حسد و کینه و چغلی و تعصب و تمام این رذایل اخلاقی و بد اخلاقی، چه در قبال مادیات باشه، چه در قبال معنویات باشه، چه در ظاهر باشه، چه در باطن باشه، چه با خود باشه، چه با اجتماع باشه، چه با تک باشه، با یک نفر دو نفر باشه، چه با صورت جمعی باشه، اجتناب نکنه، این انسان نمازش برای الله کدام ارزش نداره، مگر جز که دگام از الله عز و جل ایرت پته به پته دور میگردانه، از رحمت و قرب و مغفرت و الهی دور میگردانه. چرا؟ این انسان عزن الله با الله استهزا میکنه، با کتاب الله، با دین و شریعت الله استهزا میکنه، ایجا معصیت میکنه و اوجا نماز میخونه، ایجا دروغ میگه، فریب میتا، چال میکنه، نیرنگ میکنه، خدعه میکنه، تعصب میکنه، حسد میکنه، کینه توزی میکنه، بدبینی میکنه، باز اوجا نماز میخونه. اینطور نیست. انسانی که نماز میخونه از هر نوع معصیت و گناه نماز انسان پاک میکنه. هر عمل گفتیم علامه ای داره و علامه قبولیت نماز این نماز هست که انسان نماز میخونه دیگه او نماز انسان اصلاح کنه، او انسان نمازخوان مصلح باشه، خودش هم اصلاح باشه و دیگران هم اصلاح بکنه، خودش هم اصلاح بحج باشه و به مصلحت دیگران هم بپردازه. ولهذا اینجا است که نماز انسان وقتی قبول میشه اون نماز قابل ارزش است که از هر نوع نافرمانی و معصیت انسان اجتناب بکنه، از هر آن چیزی که الله عز و جل و پیامبر و دین و شریعت امر کرده به او تمسک بویه و از هر آن چیزی که منع کرده از او اجتناب بکنه. اینی علامه قبولیت نماز هست. در احادیث میان نبی معظم اسلام میگه یک صحابی آمد از برادر خود شکایت کرد، گفت در خانه بد اخلاقی میکنه، زبان درشت و رشت و کرش داره، پیشانی ابرو خم میکنه، حتی مولود شتم و دو و دشنام اینا میپردازه. پیامبر معظم اسلام گفت برو، گفت به نماز برش، گفت نماز میخونه، گفت بگذارش که نماز میخونه، جور میشه انشالله. باز آمد شکایت کرد، باز آمد دیگه بار شکایت کرد، نبی معظم اسلام گفت مسجد میره نماز میخونه، گفت بله. بار آینده آمد گفت اینقدر انسان مصلح و صالح و رستگار و نیکو شده است که سبحان الله. ببینیم نبی معظم اسلام الله پیامبرش راست میگو، این نماز بود که انسان را درست میکنه، چون تمام قرآن گفتیم آداب و اخلاق و روش انسانیت و زندگی این جهان و آن جهان برای انسانیت در قرآن هست، از خیر و فلاح و صلاح و رستگاری و ترقی و کمال و عزت و شرافت و تمام اولا برخوردار است و از هر بدی و زشتی و گناه و معصیت و قرآن شما را برحذر میداره و ما را گشادت میکنن. این قرآن برای ما هم تبشیر است و هم انذار هست، یعنی بد نیکوترین وجه ما را بشارت دعوت میکنه و از شیوه بد ما را برحذر میداره و اجتناب میکنه. بعد از او انسان درست شد. فلهذا الله عز و جل میگو باز زکات بتون که زکات یک نوع نیکی و احسان به مردم هست، متوجه خود نباش، گفتین نماز نمیخونی، میگه مرا نماز میخون، دیگر به ما چی کار است؟ در پالیم که همسایه قمار میزنه، شراب خانه جور کرده است، چی است، اما مراکز بد اخلاقی رو درست کرده، مرکز فحشا و گناه و زنا و
یاد دزدی میکنه یا هر فجایعی را که انجام میده برام چی اینطور نیست. این دین مسئولیت داره در قبال خودت و در قبال اهل و عیال و خانواده و فامیل و جامعه مسئولیت داری. بعد به مردم احسان و نیکی بکو، مردم امر به معروف و نهی از منکر کو. الله عز و جل میفرماید که و اطیعن الله و رسوله، و در تمام امورات از الله عز و جل و پیامبرش اطاعت کنید تا به مقام و منزلت پرهیزگاران نایل شوید. اول راه و روش عمو گفتیم مقام و منزلت و والای پرهیزگاران بر الله عز و جل نشان میده که اقامه صلات هست، نیکی با مردم هست، اطاعت الله و پیامبر فراموش نکنید در هر لحظه و حالات. خود لیکن الله عز و جل مقصدش چی است، هدفش چی است؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. الله عز و جل در حقیقت میخواهد که شما را از شرک و آلودگی، گناه و معصیت و زشتی و پلشتی نجات بدهد و پاک سازد. گناهانی که آبروی انسان را می آلاید، همون طور که ناپاکی ها بدنش را می آلاید. یعنی از آن نوع گناه هایی که انسان را مردار می کند، کثیف می سازد. چی قسمی که نبی معظم اسلام میگه اگر یک لقمه حرام میخوری یا پیش یک جادوگر میری، پیش یک کاهن میری، یک ستاره شناس به او اعتماد میکنی، تا 40 روز نمازت قبول نمیشه. یک لقمه حرام که میخوری، یک لقمه نانه، تا 40 روز نمازت قبول نمیشه. یا یک روپه حرام میخوری. ببینیم الله عز و جل میخواه که تو انسان پاک شستشو کرده متحر بگردانه. چرا؟ الله گفتیم ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک و منزه است، چیزهای پاک و منزه را قبول میکنه. انسان وقتی که پاک و منزه گشت از هر نوع گناه و معصیت و زشتی و پلشتی و زنا، بعد از امیدانه که قرب جایگاه منزلت الله پاک حاصل بکنه و بر آن مکان و مقام و والای بهشت که پاک و منزه هست او را نایل شد به مقام. الله عز و جل میگه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ای خانواده نبوت، و یطهرکم تطهیرا، و تا شما را کاملا از چرک و آلودگی، گناه و نافرمانی پاک نماید. باز الله عز و جل میگه و ذکرنا ما یتلا فی بویتکن من آیات الله والحکمه، و آیات قرآن و سنت پیامبر معظم اسلام صلوات الله و سلام علیه را بخونید که رستگاری و پیروزی را در آن دومیابید. یعنی رستگاری و پیروزی هم در امی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بی امر میکنه که را بخونن. حالا ما قرآن میخونیم 70 سال، 90 سال، 120 سال پدر و مادرها قرآن خواندن. اگر بگو سوره فاتحه را ترجمه کنی قل هو الله احد سوره اخلاص، میگو ما خب مفسر نشدیم، ما خب مولوی نیستیم که ترجمه تفسیر از ما میپرسی. خود تو که نماز میخونی، ما که از شروط نماز است که مفهوم نماز را بفهمی که مالک یوم الدین چه معنا میده، ایاک نعبد و ایاک نستعین چه معنا میده، وقتی که در قرآن مساله از حلال حرام میاد چه معنا میده. لیکن همونطور بخوانده روان هستیم، الله حضرت امر میکنه که بخونین کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رستگاری و پیروزی هر دو جهان در این دو هست. همچنان به آنها یادآور شده است که منازل آنها محل نزول وحی از خانه هایشان، و به آنها امر کرده است که مطالبی را که در منازل خود میخوانن فراموش نکنن، و این وحی الهی که میه قرآن و حدیث پیامبر معظم اسلام در خانه های شما نازل میشه، این را فراموش نکنین، بخونین و به عمل بکنین. در تو را میگن دیوار تو بشن برای ما. شما همچنان قرآن را که جامع دو امر، یعنی دلائل روشن و قطعی بر صدق و نبوت و حکمت و علوم و شرایع آسمانی هست، از یاد نبرید. ان الله کان لطیفا خبیرا. در حقیقت الله عز و جل آگاه هست و میداند چی چیزی امر بندگان را اصلاح میکند و از منافع آنها با خبر است. از این رو مقرراتی را که موجب نیکبختی دنیا و آخرت انسان ها است وضع کرده است. بعد از آن خبر داده است که مرد و زن در کیفر و پاداش یکسان هستند. به این موضوع انشاءالله در آینده بحث میکنیم، چون وقت برنامه پایان رسیده است. ناگزیر شما را به الله عز و جل میسپاریم. الله عز و جل همی تربیه و والای اسلامی را، اخلاق و حیا و عزت و شرافت و کرامت و پاکدامنی و عفت نصیب همه ما و شما جامعه اسلامی بگردانه، و از شر مفسدین و ظالمین، کفار و ملحدین و منافقین و مکتب ایدئولوژی کفری در حفظ امان خود داشته باشد. به الله عز و جل پناه یارم از شر اینا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی اللهم وسلم و بارک على خیر خلقه نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر تعلمون.
يَعْلَمُونَ.